شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. حال با جاوید روستاپور، خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا به تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض می کنم. خب اول تر از همه گزارش شده که وزارت عدلیه طالبا قانون امر به معروف پس از توشیح او توسط رهبر طالبا رسما نشر کرده. بله بله، با سلام، وقت شما بخیر آقای شکیب. همان گونه که شما اشاره کردین، وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را پس از توشیحی که توسط ملایب اکلای آخونزاده رهبر این گروه توشیح شده بود در جریده رسمی چاپ کرده. بر اساس معلومات این وزارت، این قانون بیشتر به احکام اسلامی و شرعی پرداخته و هدف آن منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه عنوان شده. بیشتر بخش های این قانون به مسائل چون پوشش سرتاسری زنان، گذاشتن ریش و درست کردن موهای مردان مطابق اصول شریعت، تحریم شنیدن موسیقی، محدود کردن خط و نشان کشی بر فعالیت رسانه ها و موارد دیگری که طالبان آن را خلاف اصول شریعت عنوان میکنند تاکید کرده بر عمل شدنی. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که بر محتسبان و ماموران اداره امر معروف این گروه و فرماندهان و مقامات طالبان ملزم است که در تطبیق این قانون بر شهروندان افغانستان اینا کوشش کنند. وزارت عدلیه طالبان همچنان گفته که تنها محتسبان نه، بلکه هر فرد طالبان، تاکید کرده البته، که در راستای عمل کردن این قانون اینا صلاحیت کامل دارن. اما این قانون پس از اینکه خبرش نشر شد با واکنش‌های بسیار جدی هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها همراه شد. فعالان مدنی اجرای شدن این قانون را تخطی آشکار طالبان از حقوق بشر، آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی عنوان کردند و گفتن که این به نوعی، به گفته این فعالان البته، دهنکجی طالبان به خواستهای مطلوبی مردم افغانستان و جهانیان است که حق و حقوق انسانیشان مطالبه داشتند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به تصویب قانون واکنش نشان دادند و گفتند که این قانون سطحی نگری و کمسوادی طالبان را نسبت به مسائل دینی نشان می‌دهد. اما شماری دیگری از فعالان حقوق بشر گفتند که این قانون در حقیقت یک دایره تنگتر کردن حلقه زندگی مردم به ویژه زندگی زنان در افغانستان است و برخی از حقوقداران هم گفتند که طالبان اجازه تصویب قانون را ندارند، به دلیل از اینکه حکومت طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارد و مشروعیتش در داخل افغانستان هم زیر سوال است و قانون ساختن یک قانون مراحل خود را دارد که طالبان در شرایط نیستند که این مراحل را طی کنند. بله، خب همچنان گزارش شده که در ننگرهار یک موتر یکی از مقامات طالبا با ماین منفجر شده و این حادثه تلفات هم به بار آورده. بله ولی مروی معلی در ولایت ننگرهار گفتند که در پی وقوع انفجار در یک موتر رنجر طالبان در این ولایت 6 تن به شمول 5 کودک جان باختن و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گفته منابع، این انفجار بر موتر رنجر محمد یوسف جمالزی، قماندان امنیت طالبان در ولایت نورستان که به روستای کندک ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار آمده بود صورت گرفته. منابع گفتند که در این رویداد 4 تن دیگر زخمی شدند و زخمی شده ها به شفاخانه مرکزی شهر جلال‌آباد انتقال یافتند. از سوی هم عبدالبصیر زابلی، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، گفته که این رویداد در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده با وقوع پیوسته و هدف موتر رنجر قماندان امنیه نورستان بوده. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان تأکید کرده که جان باختگان و زخمیان این رویداد شاگردان و استادان یک مدرسه بودند. طبق اظهارات آقای زابلی، جان باختگان و زخمیان باشندگان ولایت نورستان بوده و برای تعلیمات دینی به ولسوالی دره نور آمدند. مسئولیت این رویداد را هم تاکنون شخص یا گروهی بر عهده نگرفته. بله، خب همچنان گفته میشه که وزارت شهدا و معلولین هزاران نفر از سیستم معاش معلولین خارج ساخته.
میشه بگوین که اینا چی کسایی بودن و به چی علت از این فهرست خارج ساخته شدن؟ بله، مسئولان وزارت شهدا و معلولین طالبان گفتند که 28,183 معلول و عضو خانواده شهدا را از سیستم پرداخت حقوق و امتیازات معلولان معلولین شهدا عفو کردند. عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهرسازی و معلولین طالبان در یک نشست خبری در کابل گفته که از میان 653,000 معلول تنها 264,000 اینا مستحق شناخته شده و وارد سیستم پرداخت حقوق و امتیازات معلولین و خانواده های شهدا شدند. اما منابع گفتند که طالبان بیشتر شهدای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و سربازانی که در جنگ 20 ساله معلول شدند را از این سیستم حذف کرده و بجای آن افراد و جنگجویانی کشته شده و خانواده کشته شده های خود را و افراد معلول را شامل این سیستم ساختند. در همین حال معین وزارت شهدای طالبان گفت که اینا 15,407,000,000 افغانی را به معلولان و خانواده شهدا در دو سال گذشته پرداخت کردند. اما معلولان و شهدای خانواده شهدای نیروهای امنیتی پس از تسلط طالبان بر افغانستان گفتند که هیچ حقوق و معاشی اینا از وزارت شهرسازی وزارت شهدای طالبان دریافت نکردند. با اساس گزارش ها اکثر مطلق خانواده شهدا و نیروهای امنیتی پیشین در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند و برخی از خانواده همسرانی که شوهرانشان سرباز بوده و کشته شدند اینا به رسانه گفتند که به وزارت شهدای طالبان مراجعه کرده و خواهان معاش مدد معاش خود شدند. و ولی مسئولان طالبان در این وزارت برشان گفتند که شما مستحق نیستین به دلیل از اینکه شوهرانتون در برابر نیروهای طالبان و با کمک نیروهای خارجی جنگ کرده و شما شهید نیستند بلکه بغاوت کردند در برابر نیروها و سربازانی که جهاد میکردند در افغانستان. بله، خب گفتم میشه که کار ترمیم شاهراه سالنگ هم آغاز شده و این شاهراه بر روی موترهای باربری بسته شده. بله؟ بله، شاهراه سالنگ بر روی موترهای باربری بسته شد. مسئولان محلی طالبان در پروان از بسته شدن این شاهراه برای موترهای باربری خبر داده. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها هم با نشر اعلامیه گفته که کار ترمیم و بازسازی اساسی شاهراه اول سنبله در 3 بخش آغاز شده. به گفته این ریاست کانکریت ریزی گذرگاه سالنگ نیز کارش آغاز شده و افزوده که برای سرعت کار و تنظیم بهتری وسایل ترانسپورتی این شاهراه تا ختم کار کانکریت ریزی برای موترهای باربری جاده مسدود است. بر بنیاد اعلامیه طالبان وسایل مسافربری تیزرفتار به طور 24 ساعته از مسیر بدیل رفت آمد کردن می توانند. شاهراه سالنگ یکی از راه های مهم تجارتی اقتصادی کشور است که 9 ولایت شمال را به کابل وصل می کند. روند بازسازی شاهراه سال گذشته از سوی طالبان آغاز شده بود و انتظار می رود که امسال به صورت کلی به پایان برسد. بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از زی گزارشتان و فعلا شما را به خدا می سپارم و وقت خوش برتان آرزو می کنم. وقت شما هم خوش، خداحافظ ناصرتان. می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.